سلام هموطنان عزیزم، دوباره برگشتیم. آرزو دارم که سرمای زمستان به خیر خوبی سپری کنین و تا عبادتهایتان قبول و مقبول باشه. خوشبختانه که به تهیه گزارش به شوربازار آمدیم، دکان حاجی صاحب احمد، البته که علیم سودا میکنن، البته یکی از فرهنگای دیرینه مردم افغانستان است. خیلی غذای با مزه، خیلی غذای بی نظیر. البته که یک بخش فرهنگ کابلنشینیان تشکیل میده و بیشتر گزارش بیننده باشین، با آجی صاحب صحبت ها میداشته باشیم در مورد دکانشان، در مورد بازار کابل، شور بازار گزارش ما بیشتر گفتگو میداشته باشیم، بیننده باشین، حتما انشالله برنامه ما را تعقیب کنین. هموطنان عزیز، دوباره برگشتیم. حاجی صاحب احمد، دکاندار شوربازار علیم فروشی در کنار ماست. میخواییم با حاجی صاحب بیشتر خودم معرفی کنن. حاجی صاحب بسیار زیاد تشکر. بله، سلام علیکم. خوب هستین؟ صحت شما خوب بخیر. اسم حاجی احمد، یک تن از علیم فروشان شهر کابل. بسیار زیاد تشکر از اینکه وقت گذاشتین حاجی صاحب عزیز. میخواستم در مورد علیم فروشی و فرهنگ یک ذره معلومات به بیننده های عزیز ما بتین که چی مواد در این استفاده میشه و بیشتر در کنام موسمی مردم از این استفاده میکنه، بیشتر با بیننده های ما شریک بسازیم. تشکر بیادر علی میست که غذایی است که از مردم اصل کابل است و وسانه صوبانه کابل، مردم کابلی استن و حال مردم های دگام آشنا شدن و بلد شدن میخورن. علیم تهیش از گندم است، برنج است، گوشت است، از هیچ چیز تهیه میشه. ای را برای ما بگوین حاجی صاحب عزیز، کیفیت از ای را و همچنان قوی بودن از ای را و از کنام مواد استفاده میکنین، در چند فصل سال از ای استفاده میکنه مردم ما؟ علیم خوی غذایی است که طبعا قوی است به خاطر که شیره گندم است، از گوشت است، از برنج است و ای در فصل زمستان، در فصل پنج ماه زمستان ای غذای زمستانی است. بله سر. حاجی صاحب ایره برای ما بگوین که کیلوی چند است، طعمش چی رقم است، از این هم بیشتر بفهم. کیلوش کیلوی صد رپس، طعمش اگه نخوردی یک بار ببر بیبی، بیبی که چی مزه داره، آشناشو امرایش. چقدر مدت زمان میشه حاجی صاحب علیم فروشی دارین؟ آیا نمایندگی هم در کنام ولایت دارین؟ چقدر مدت زمان از کار خود شما میشه؟ والا ما خود بعد مدت اگه از پدر بگویی از 60-70 سال میشه و خودم 30 سال است که نمیجه در می چارای سنگ تراشی شوربازار، یک تن از دکانداران سابقه شوربازار از علیم فروشیش هستم. با آمدن حکومت امارات اسلامی افغانستان دکانداریتان چطور است؟ کاروبارتان چطور است؟ در مورد جلیبی هم بگوین. بعد از این ما شما بهار پیش رو سال نو داریم، طبعا نامزاددارا از این استفاده میکنن، در مورد جلیبی هم اگر یک ذره معلومات بدین. در باره امارات پرسان کردین دیگه، از امارات که آمده یک تن میردم بیکار است و یک ذره پول نیستک و کدام چیز دیگه نشده، یک ذره مواد بلند است، قیمتی شده، مردم پول ندارن، کار کمه، کم شده، تفاوت کرده و فعلا امنیت یا خوب است، خوش هستیم. یک کم کاروبار دیگه در مورد جلبی گفتین، جلبی هم کس یک غذای زمستانی است که اگه وسانه زمستانی است و در ماه عمل و در نوروز یک چیز نوروزی سگ به نامزاد دارم. حاجی صاحب عزیز، ایره بگوین که گفتین شوربازار کوچه خرابات، شوربازار به منای چی، کوچه خرابات به منای چی؟ میشه که شما از همین محیط محل هستین، بیننده های ما بفهمه که کوچه شوربازار یعنی چی؟ کوچه شوربازار یک تن از بازار قدیمی شهر کابل است و هر منطقه زی از خود یک نام داره. این منطقه کسی چارایی سنگ تراشی است و بالاترش که میرین شوربازار است و کوچه خرابات که از کوچه موسیقی است، مردم های اهل موسیقی که هستن در کوچه خرابات هستن اونجا.
دقیقاً حاجی صاحب عزیز، میخواستم میرم بپرسیم که فرهنگ عنعنوات کابل قدیم میگفتن در مورد از او یک ذره اگر اشاره کنید. فرهنگشان چپن، کلا و نمی کلای چیز این فرهنگ کابلیس بوده، کلای افغانی. بسیار زیاد تشکر حاجی صاحب عزیز که وقت گذاشتین، پیامتان به بیننده های عزیز ما اگر داشته باشین. پیام عزیز خداوند یک سال بره گارامی رو بره، یک ارزانی رو بیاره که مردم همگی در کار شوه، یک مملکت آرام شوه. و شما هم تشکر از چینلتان تشکری میکنیم و شما هم که ایجه قدم رنجه کردین تا ایجه هم زحمت کشیدین. بسیار زیاد تشکر حاجی صاحب، موفق و کامیاب باشین. زنده باشین. تشکر.